با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنم. امیدوارم که هر جا هستین که خوب و سلامت باشید. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان رو در تاریخ 12 مارچ سال 2023 و در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. در ابتدا طبق روال همیشه من ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم و بعد میپردازیم به جلسه امروز. جناب آقای سعید طایف با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه سال 1401، جناب آقای علی فروتن با هدف دهم از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع ادیان مختلف عرفان حقه. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم. بحث آزاد امروزمون هست حق آزادی بیان، تعهد کتبی، شرط آزادی. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا دعوت میکنم از جناب آقای سعید طایف تا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1401 رو به اطلاع شما برسونم. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. بله، درود و عرض ادب خدمت همه همکاران و بینندگان عزیز. همینطور که میدونیم در ماهای اخیر در پی اتفاقاتی که در ایران افتاده، به انقلابی که داره اتفاق میفته، خب این نقض‌های حقوق بشر و قانون اساسی بیشتر شده و مخصوصا در رابطه با پیروان ادیان که من چندی از این اخبار رو آماده کردم به سمع و نظر شما عزیزان میرسونم و نقض‌های قانون اساسی و حقوق بشری شو در انتها که اکثرا هم یکی هستن برای شما قرائت خواهم کرد. دادگاه انقلاب کرج 11 شهروند بهایی را در پرونده آموزش کودکان مجموعاً به 36 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است. کامیار حبیبی، رامل تیرگرنژاد، سابین یزدانی، الهام شارگی، نکیسا صادقی، صدف شیخزاده، نگین رضایی، شهرزاد مستوری، مهسا تیرگر، سامان استوار و عفیف نعیمی به اتهاماتی چون اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام و ترویج بهائیت بین اطفال و نوجوانان به حبس، جزای نقدی، ممنوعیت اقامت در استان البرز، ممنوعیت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور محکوم شدند. سارا ثابت راسخ و نبیل موفقی آزاد شدند. محکومیت پویا سراب تمدید شده است. او اواسط آبان بازداشت شده و به خانوادهش گفته بودند که نام او در لیست عفو اخیر خامنه ای است. طی چند روزی که در ماه بهمن ماه چند گروه مرد و زن چادری وارد دانشگاه بهشتی شده و برای دانشجویان دختر ایجاد مزاحمت کرده و آنان را برای رعایت حجاب اجباری تحت فشار قرار دادند. گفتنی است که این گروه برای فشار آوردن تکنیک پلیس خوب و بد استفاده می کنند. ماموران با لحنی دوستانه اما تهدیدآمیز تلاش دارند تا دانشجویان را از ماموران مرد بترسانند. عبدالنبی موسوی فرد، امام جمعه اهواز، ضمن ابراز خوشنودی از ندادن کارت پرواز به یک مسافر در فرودگاه مهرآباد به دلیل نداشتن حجاب گفت: راننده تاکسی با کسی که کالایی در جامعه عرضه می کند، وقتی فرد بی حجابی می‌بیند نباید به او خدمات ارائه کند. روز شنبه 22 بهمن ماه چند زن حامی حکومت در مترو تهران مزاحم بانوان بدون حجاب اجباری شده و یکی از آن معترضان جان باخته را اوباش‌هایی می‌نامند که به دست خود معترضان کشته شدند. روز شنبه 22 بهمن ماه ابراهیم رئیسی در جریان مراسم حکومتی 22 بهمن طی اظهاراتی توهین‌آمیز نسبت به دگرباشان جنسی خطاب به کشورهای غربی گفت: در مسئله خانواده ما مدعی هستید و شما متهم،
شما پسترین نوع ابتذال یعنی همجنسگرایی را ترویج میکنید، نسل انسان را با همجنس بازی منقرض میکنید و نظام خانواده را به هم میریزید. ابراهیم رئیسی در شهریور ماه امسال نیز طی اظهاراتی مشابه برای اشاره به هویت جنسی این دست از شهروندان از واژه همجنس بازی استفاده کرده و آنها را جاهلیت مدرن خوانده بود. علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر ادامه نظارت جدی بر حجاب شهروندان تاکید کرد و گفت در مورد گشت ارشاد شیوه جدیدتری در حال جایگزین است. اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟ وجود چنین ماشین‌هایی در سطح شهر نیاز است. محمدی با رد امکان برگزاری رفراندوم در مسائل اجتماعی و به خصوص حجاب گفت اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بحث حجاب قانونی در کشور است و باید رعایت شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است. محمد رضا رضازاده عضو هیئت امنای اماکن مذهبی در شیراز و مشاور تولیت حرم شاهچراغ با اشاره به طرح موسوم به 57 هکتار توسعه شاهچراغ به مخالفت‌ها با اجرای این طرح که منجر به تخریب بخش عمده‌ای از باخت تاریخی شیراز می‌شود را به انگیزه‌های ضد دینی نسبت داد. او گفت بعضی‌ها شیراز را همان شیراز برگزاری جشن هنر در ماه رمضان و شیراز برپایی جشن‌های 2500 ساله می‌پسندند. توجه به ظرفیت والای معنوی سومین حرم اهل بیت را بر نمی‌تابند و مایل نیستند ساماندهی پیرامون حرم‌های مطهر به نتیجه مطلوب برسد. تخریب بافت تاریخی شیراز به بهانه‌های مختلف از دهه 60 آغاز و بقیده کارشناسان در صورت اجرای طرح و مورد اشاره 57 هکتار از بافت تاریخی شهر شیراز تخریب به وسعت حرم شاهچراغ افزوده خواهد شد. حمزه درویش زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است. این بی اطلاعی از وضعیت آقای درویش افزایش نگرانی های خانواده و نزدیکان وی را به همراه داشته است. یک منبع مطلع با بیان اینکه بیخبری از وضعیت آقای درویش موجب افزایش نگرانی خانواده وی شده است گفت حمزه درویش از تاریخ 7 آبان ماه پس از درگیری در این زندان ارتباطی با خانواده خود نداشته است. طی پیگیری های خانواده مطلع شدند او با دستور مسئولان زندان ممنوع ملاقات و تماس شده است. پیام ولی شهروند بهایی و یکی از بازداشت شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در فایل صوتی اخیر که از زندان گذرحصار کرج ارسال کرده است از شرطی بودن عفو خامنه‌ای و تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری در ازای آزادی میگوید. حکم ارتداد برای نوکیشان مسیحی. بر اساس گزارش یکی از منابع سازمان حقوق بشری دست کم 5 نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام ارتداد روبرو شدند. اعلام کرد سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان به دلیل باور دینی و فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی تشدید شده است. این سازمان در ادامه گزارش می‌افزاید بسیاری از مسیحیان که در خیزش ملی شرکت داشتند به دستور نهادهای امنیتی تهدید شده و دست کم 5 نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام ارتداد روبرو شدند. درباره کلیساهای خانگی گفته و اعلام می‌کنند بیش از پیش سپاه در یورش به کلیساهای خانگی و بازجویی‌ها در سال گذشته میلادی شرکت داشتند. در سال‌های گذشته تقریبا منحصرا ماموران وزارت اطلاعات دست به این کار می‌زنند. مواردی که خوندم چند خبر بود از خبرهایی که خب تو این چند ماه اتفاق افتاده، مخصوصا تو بهمن ماه که بر ضد ادیان خب الهی میشه گفت نقصهایی که داشته مغایر با بود با در قانون اساسی ایران اصل 13 رسمیت سایر ادیان الهی مسیحی یهودی زرتشتی، اصل 21 حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 38 منع شکنجه، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، اصل 83 تخریب و مرمت آثار تاریخی
سرقت، قاچاق اثر از نظر قانونگذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی و جامعه است و متناسب با جرم متخلف مجازات خواهد شد. و نقصهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانها در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 21 حق دموکراسی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه، ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت ها. خب همینطور که میبینیم اکثر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داره در ایران نقض میشه و برای همین خاطر من همش رو یه جا به علت زیق و همش رو در نهایت برای شما قرائت کردم. مرسی از اینکه مایک رو در اختیار من دارید. سپاسگزارم آقای طایف عزیز، متشکرم بابت زحمتی که کشیدید. بله همونطور که فرمودید متاسفانه اخباری که داره اتفاق میفته علیه ادیان مختلف شامل همه نقضا میشه، یعنی اینجوری نیست که بخوام بگیم دو مورد یا سه مورد نقض اتفاق میفته، متاسفانه همه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داره نقض میشه توی ایران علیه ادیان مختلف و واقعا جای تاسف داره. اخبار خیلی زیاده، میدونم خیلی زیاد اخبار، ولی دوستان عزیز میتونن اگر میخوان اخبار کامل رو بخونن و مطلع بشن میتونن به وبسایت کمیته ادیان مراجعه کنن که به طور کامل و واضح همه چی اونجا موجوده و میتونن همه اخبار رو اونجا یک جا داشته باشن. سپاس از شما همگی، خسته نباشید آقای طایف عزیز. دعوت میکنم از سخنران بعدیمون. سخنران بعدی ما جناب آقای علی فروتن با هدف دهم از سند BC یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای فروتن بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه و دوستانی که ما را از طریق لایو یوتیوب میبینن، من با سخنرانی هدف 10 از سند 23 یونسکو در خدمتتون هستم. کنوانسیون نوعی معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم ما بین کشورهای مختلف تنظیم و بسته می شود. آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی کنوانسیون یا مقاله نامه را صورت جلسه ای تعیین کرده است که نمایندگان دو یا چند دولت در پایان مذاکرات به امضا می رسانند، یا سندی دانسته است که به منظور توزیع، تفسیر، تعدیل یا تصحیح موادی از عهدنامه و موافقنامه اصلی تنظیم می شود و معمولا جزئی از آن به شمار می رود. کنوانسیون یک نوع از اقسام چهارگانه معاهده‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که بین چند کشور به امضا می‌رسد تا درباره یک یا چند موضوع مقرراتی را بین خود تنظیم و اجرا کنند. معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی رابطه بین خود را در قلمرو حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کنند یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی و هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود. سند 23 یونسکو اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما، دستور کار 23 برای توسعه پایا مجموعی از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 23 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد،
شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین الملل را در زمینه توسعه پایا برای 15 سال آینده ترسیم می کند. این دستور کار وعده هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده است. این سند دستور کاری برای مردم پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین خانه مشترک ماست. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شدند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شدند. اهداف توسعه پایا از 2015 تا 2030 اجرا می شود. این دستور کار بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. واکنش جمهوری اسلامی به سند 23 یونسکو. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد. وی در دیدار با معلمان گفت اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا اینجور اعمال نفوذ کند. او این گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام آور بودن یا نبودن آن گفت یکی از کارهای استادان است. سند 23 برای تعیین سند 23 باید تعیین شود. این جزی از یک سند بالادستی سازمان ملل است. سند توسعه پایدار دستهای پشت پرده سازمان ملل هستند که دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می کنند. این غلط و معیوب است. اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؟ همه‌اش هم باید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند 23 است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در 10 خرداد 1396 وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای به شرح زیر انتشار داد. چارچوب اقدام آموزش 23 صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان نامه ها نمی گنجد و الزام آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده است. علی رغم الزام آور نبودن سند، چارچوب اقدام آموزش 23 جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در 17 خرداد 1396 گفت سند 23 غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده است. در نخستین ماهای شروع به کار سید ابراهیم رئیسی، او این سند را لغو و از ادامه اجرای آن جلوگیری کرد. هدف دهم، کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. مطابق با دستور کار هدف دهم از اهداف 17گانه توسعه پایدار، هدف دهم عبارت است از کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. 1. رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که 40% کل جهان را شامل می شود به بالاتر از میانگین ملی تا سال 2030. 2. توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه قشرهای جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال 2030. 3. تضمین ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه از جمله از طریق از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه. 4. سیاست‌گذاری به ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر.
5. بهبود سازماندهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای این گونه از قوانین. 6. تضمین و حضوری پررنگتر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین المللی با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهای مؤثرتر، مطمئنتر، پاسخگوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر. 7. تسهیل جابجایی مرتب، منظم، ایمن و مهاجرت مسئولانه مردم از جمله از طریق اجرای سیاست هایی که در زمینه مهاجرت به خوبی برنامه ریزی و مدیریت شدن. اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورها در حال توسعه به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی در راستای موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی. ترغیب به ارائه کمک های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آنها از همه بیشتر است، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی. این کمک ها در راستای مقررات ملی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه های ارائه این گونه کمک ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. کاهش هزینه های نقل و انتقال وجه ارسالی کارگران و مهاجر به کمتر از 3% و از بین بردن روش های حواله کرد با هزینه های بالاتر از 5% تا سال 2030. نابرابری جهانی عظیم است و یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و مبارزه با فقر است. در سالهای اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. نابرابری فرصتهایی را برای گروههای اجتماعی برای مشارکت و تأثیر قابل توجهی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محدود می کند. بنابراین هدف 10 بر کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها تمرکز دارد. به طور مشخص اهداف 10 حمایت از رشد درآمد پایدار را به فقیرترین 40% از جمعیت جهانی و دستیابی به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه تا سال 2030 می‌رسانند. هدف 10 اهداف ایجاد فرصت‌های برابر با از بین بردن قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌ها و شیوه‌ها در حالی که تسهیل مهاجرت و ایمن مرتب و ایمن انسان به وسیله اجرای سیاست های مهاجرت صحیح برای مثال، همچنین نمایندگی افزایش یافته و صدای بیشتری برای کشورها در حال توسعه در تصمیم گیری ها در نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی فراهم می کند. انسان ها با یکدیگر یک برابری ذاتی و یک برابری ارضی دارند. برابری ذاتی یعنی اینکه انسان ها همه از یک جنس و گوهر خلقت آفریده شدند. یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تأثیری در برتری افراد ندارد و برابری ارضی هم برابری در مقابل حقوق و تکلیف است. انسان‌ها در مقابل تکالیفی که از سوی مرجع صالح و یا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تکلیفی که در یک موقعیت حقوقی وجود داشته باشد، هر کسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مکلف است و اگر کسی در جایگاه یک متهم قرار گرفت همین که متهم شد، سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در این موقعیت نباید دخالت داشته باشد. اهداف عبارتند از ترویج نرخ رشد بالاتر برای دهک‌های 40% پایین، ترویج مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کاهش نابرابری در فرصت‌ها و نتایج حصول اطمینان از حمایت اجتماعی برای همه، تأمین و مشارکت در تصمیم گیری اقتصادی، تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه‌های انتقال برای مهاجرین. اسناد بین‌المللی حقوق بشر در کنوانسیون‌های متعددی هدف 10 را مورد تایید قرار دادند. حق بر برابری و ممنوعیت تبعیض. برابری و رهایی از تبعیض از زمره اصول پایه‌های قوانین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌روند. همه انسان‌ها بدون هیچ گونه تمایزی حق برخورداری از تمامی موارد قید شده در قوانین حقوق بشر را دارند. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 2
میثاق حقوقی مدنی و سیاسی ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 5 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده 8 اعلامیه حقوق بر توسعه، ماده 2 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، ماده 7 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان همگی بر این اصل بنیادین حقوق بشری تأکید کردند. حق بر مشارکت اجتماعی ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26، ماده 5 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 29 کنوانسیون حقوقی افراد دارای معلولیت، ماده 8 اعلامیه حق بر توسعه، ماده 7 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. حق بر تأمین اجتماعی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8 و 9 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ماده 28 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. بهبود شرایط مهاجرت در سطح بین‌المللی ماده 64 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان، حق مهاجرین بر انتقال درآمد و پسنداز خود، ماده 47 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان. نگاه به قانون اساسی و سایر قوانین داخلی ایران. در بند 9 اصل 3 قانون اساسی عبارت از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینهای مادی و معنوی آمده است که بر مبنای آن اساساً دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینهای مادی و معنوی فراهم کند. اصل 19 قانون اساسی مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها را سبب امتیازی ندانسته است. اصل 20 قانون اساسی تأکیدی بر اصل 19 است که به طور عام همه افراد ملت، اهم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بر اساس ماده 15 قانون اساسی، هرچند فارسی زبان رسمی است، اما افزون بر آن استفاده از زبانهای منطقی و قبیله‌ای در مطبوعات و رسانه‌ها و نیز برای آموزش ادبیات آنها در مدارس مجاز است. طبق اصل 22 قانون اساسی، همحیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. و در اصول بعدی تا اصل 33 عقیده نشریات، عدم تفتیش عقاید، عدم کنترل نامه‌ها و مکالمات و تشکیل احزاب، اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرطی که مخل نظم اجتماعی نباشد مورد توجه قرار داده شده است. در راستای همین اصل قانون در زیر اصل 107 قانون اساسی رهبری را هم در قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است. پس قانون اساسی و اساس برابری افراد و احاد ملت را حتی در بالاترین رده پیش بینی کرده و این یکی از ویژگی های قانون اساسی ماست. طبق اصل 100 حق مشارکت در اداری امور اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاه از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخابات و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن را باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. اصل 59 نیز رفراندوم را رأیی برای اعمال حق مشارکت در اداره امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معرفی می‌کند. در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد.
در خصوص مهاجرین نیز اصل 155 قانون اساسی حق پناهندگی را برای پناهندگان تعریف می کند و همچنین طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه ایران، پناهنده کسی است که به علت ترس مواجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی از گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. با این حال نابرابری در کشور ایران بر پایه سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره امری است که نمیتوان آن را انکار کرد. علاوه بر تبعیض‌های جنسیتی که در اهداف دیگر این سند مورد اشاره قرار گرفته است، تبعیض بر مبنای معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب در ایران کنونی انکارناپذیر است. بر اساس ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که برای ایران از سال 1388 به آن پیوسته است، دولت موظف است تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را فراهم کند. بند الف از پاراگراف 1 این ماده صراحتاً اعمال هر گونه تبعیض بر اساس معلولیت در شرایط استخدام ممنوع اعلام شده است. آزمون برابر و بدون تبعیض امکان اشتغال صدها تن از شهروندان دارای معلولیت را میسر می کند و در راستای تعهدات داخلی و بین المللی دولت ایران است، اما شرایط استخدامی مطرح شده در این آزمون عملا نقض این تعهدات و اقدامات در جهت تعمیق و ادامه بیکاری جامعه معلولان در کشور محسوب می شود. اما به عنوان نمونه در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1397 افراد نابینا و ناشنوا به طور کلی از شرکت در این آزمون محروم هستند. در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام در این دفترچه با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملاً افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این آزمون محروم کرده است. همین نحوه ظرفیت بندی در شهرهای مختلف نیز باعث شده است که علاوه بر افراد نابینا و ناشنوا، بخش‌های دیگری از جامعه معلولان هم امکان شرکت در این آزمون و کسب موقعیت شغلی ایجاد شده را از دست بدهند. با اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی حقوق و آزادی اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویان، اما اصل 13 قانون اساسی به صراحتن تنها اقلیت‌های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می‌کند. در اصل 12 قانون اساسی نیز مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده است. به این معنا پیروان دیگر مذاهب اجازه تصدی مقام‌های بالای کشور را ندارند. به علاوه مطابق با اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند. و همه اینها باید مقررات استخدامی و انتخاب شغل را هم اضافه کرد که شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است. همین چندی پیش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت اعلام کرد در بعضی از اداره‌ها در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی از میان 300 تا 400 کارمند یک اداره تنها 15 تا 19 نفر اهل سنت هستند. شرایط بهایی ها از سنی ها هم سخت‌تر شده است، چرا که این گروه به هیچ وجه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی شوند و تحت فشار زیادی قرار دارند، از جمله اینکه به جز اشتغال از حق تحصیل هم محرومند. در کنار موضوع مذهب، اقلیت‌های قومی و زبانی در ایران از کرد و ترک و عرب گرفته تا بلوچ و لور و ترکمن نیز با محدودیت‌های قانونی و عرفی مختلفی مواجهند. حتی آماری رسمی از ترکیب و کمیت اقوام و اقلیت‌ها وجود ندارد. به جز این، نهادهایی که به حفظ و جمع‌آوری تنوع زبانی و خرد فرهنگ‌های زبانی در ایران می‌پرداختند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
منحل شدند و هیچ خبری از بازگشایی دوباره آنها منتشر نشد. چنین معدودیت های و تبعیض‌ها انباشتی از مطالبه های اقلیت ها قومی، زبانی و مذهبی را ایجاد کرده است. سازمان ها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی انتقاد کردند. آنها میگویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی به ویژه در نقاط مرزی با قومیت ها برخورد امنیتی نظامی و امنیتی می کنند. به رغم این فشارها درخواست توجه به حقوق اقلیت ها چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که بجز پرداختن به آن در رقابت های انتخاباتی و نیز انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها در دولت روحانی مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پررنگتر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است. نتیجه گیری متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. این گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایران نهادینه شده است و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی میتوان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تأمین حقوقی قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه میشود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تأمین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد. بنابراین این ضرورت رعایت برابری برای توسعه پایدار امری حیاتی است. ممنون، مرسی از اینکه تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. متشکرم جناب فروتن، خستم نباشید. کامل جامع توضیح دادید. بحث نابرابری یه جورایی میشه گفت که خب این نابرابری توی اکثر کشورهای دنیا داره میبینیم اتفاق داره میفته، یعنی هیچ جا این برابری واقعا 100% نیست، ولی خب حالا یه سری کشورها کمی اوضاعشون بهتره، ولی توی ایران خب اصلا کلا قضیه متفاوته. یه زمانی این نابرابری میتونستیم بگیم بین زن بود و مرد، بین مسلمان بود و پیروان سایر ادیان، بین شهرهای مرزی بود با شهرهای مرکزی. نابرابری یه جورایی اینجوری تقسیم بندی میشد، ولی الان دیگه نسبت به گذشته کلا اصلا فرق کرده. الان این نابرابری یه جوری شده بین خودی و ناخودی شده، یعنی ناخودی میتونه هر کسی باشه، زن باشه، مرد باشه، مسلمون باشه، بهایی باشه، فرق نمیکنه، ناخودی باشه، ولی خودی که خودشونن در واقع دیگه، اون حلقه که دور خودشون پیچیدن اون افراد شامل خودیا میشه. این نابرابری الان داره بین این دو دسته اتفاق میفته و متاسفانه ببینیم روز به روز هم داره اوضاع بدتر از گذشته میشه. محرومیت هایی که الان داریم میبینیم تو حتی شهرهای مرکزی ایران، تو شهرهای بزرگ داره اتفاق میفته، به نسبت گذشته خب چند ده برابر شده و یه جورایی میشه گفت جمهوری اسلامی به جای اینکه رو به جلو بره همین جوری داره رو به عقب میره و اون پله های پسرفت رو یه جورایی دو تا یکی داره طی میکنه. امیدوارم خیلی زود برسه که یه جورایی راحت بشیم از این جمهوری اسلامی تا بتونیم یه کشوری قدرتمند برای خودمون درست کنیم. آقای لطفی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم، دستتون خیلی وقت بارست، بفرمایید. من خواهش میکنم، ممنون از شما آقای فروتن عزیز بابت این تفسیری که کردید. تو بند اصل 13 اگه اشتباه نکنم، حالا بحث تبعیض و اون بحث پیروان ادیانش، حالا بحث 13 و اصل 13 و 14 یه نکته خیلی جالب داره. تو اصل 12 و 13 ببخشید، میگه که صحبت از دین رسمی میکنه، بعد میگه خب دین رسمی ایران شیعه است، اشعریه و تمامی مذاهب اسلامی مربوطه مثل حنفی و مالکی و شافعی و اینا خب قدمشون سر چشمون میتونن به نوعی مراسم خودشونو داشته باشن و پیروان به عنوان پیروان ازشون یاد میکنه. ولی تو اصل 13 میاد میگه که
مثل یهودی، مثل مسیحی ها و زرتشتی ها و کلیمی ها، اینها اقلیت های دینی هست. خود این جمله، خود این اقلیتی که تو اصل 13 به کار میبره و اون پیروان ادیان اون مذاهب اسلامی از پیروان و این اقلیت ها، خودش یه تبعیض و یک تبعیض خیلی بزرگه که میاد تفکیک میکنه این ادیان رو از هم دیگه. به نوعی دیگه شما از این اصلش، اصل قانونی که اصلی است که توی قانون اساسی درد شده، شما باید تا تهش رو بخونی که چه اتفاقاتی در این نظام سر تا پا ایراد داره میفته. همین نکته رو فقط خواستم عرض کنم. ممنون از شما. متشکرم آقای لطفی، همینطور از شما آقای فروتن. خسته نباشید. از سخنران بعدی رو دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع ادیان مختلف که در این ماه میپردازیم به عرفان حلقه. خانم رمضان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خانم رمضان مایکتون بازه. اگه من یه بار دیگه مایک رو برای شما باز میکنم. بفرمایید. الان صدای من هست؟ بله، بفرمایید. خواهش. سپاس آقای نصیری. درود و خسته نباشید دارم خدمت همه همکاران عزیز و همه همراهان. با موضوع عرفان در خدمتتون هستم، عرفان کیهانی حلقه. هرچند که سخن گفتن از عرفان آسان ولی در این حال دشوار. آسان از این جهت که بسیاری از مردم به راحتی درباره اون اظهار نظر میکنن. وقتی ازشون سوال میشه که عرفان چیه، بعضی از موسیقی ها، اشعار، نقاشی ها، پوشش ها، آداب و مراسم خاصی یا همچنین انواع و اقسام نظری های جدید قدیم که اغلب متضاد عرفانی هستن در ذهن اونا نقش میبنده و از اون سخن میگن. و گاهی دامنه عرفانی که از اون صحبت میکنن و انواع خرافه ها و دانویسی ها و برخی کرامات ظاهری و باطنی که نوعی قدرت نمایی هست نیست کشیده میشه. همون صحبت از عرفان وقتی دشواره که این افراد بخوان اصالت ادعاهای موجود رو محک بزنن یا درباره آن به اطمینان قلبی برسن. بسیاری از اونها هنگام رویارویی با یک بینش عرفانی تنها به فکر دفاع از اندیشه های خودشون و نفی دیگران هستن و سخنانشون حاکی از انواع و اقسام ادعاها و استدلال هایی که اغلب از نظر خودشون پذیرفته شده است و میتونن قابل قبول از نظر خودشون پذیرفته و قابل قبوله و کمتر از معیارهایی استفاده میکنن که برای همه مخاطبین قابل ارزیابی، پذیرش و کاربرد باشه. در بازار مکاره عرفان همه خود را بر حق میدونن و دیگران را ناحق. پس از هزاران سال رشد تمدن بشری این پرسش هنوز مطرحه که به راستی عرفان حقیقی چیه و چه جایگاهی داره؟ آیا ملاک و میزان و محک محکمی برای سنجشی عام، پایدار و قابل اتکای عمومی و برای انتخاب راه از بیراهه وجود داره؟ و چگونه میتونیم با تکیه بر اونا به درستی ادعاها و انتخاب راه صحیح از بین راه‌های مشابه و متضاد دست زد؟ زیرا اختلاف ادیان مانع از اینه که صاحبان همه ادیان بتونن عرفان دینی مشترکی داشته باشن. ولی نکته مهم اینه که عرفان حقیقی کیفیت مشترک همه ادیانه. عرفان حقیقی چنگ زدن به حلقه های رحمانیت الهیه که برای صعود انسان ها در مسیر کمال به طور بی‌دریغ در اختیار او قرار داده شده. حرکت از وحدت به کثرت و ایجاد شکاف در جامعه بشری که همون نفاق هستش، از هر نظری و از هر منظری که در نظر گرفته بشه، حرکتی در خلاف جهت کمال انسان محسوب میشه. و اولین محک برای شناخت عرفان غیر اصیل از عرفان اصیل اینه. بنابراین هر طریق و روش انحصار طلبانه‌ای که استفاده از لطف و رحمت خداوند و ارتقا در مراتب توحید رو مختص خودش بدونه عرفانی و دینی نیست. در واقع عرفان و شریعت دو بال دین هستند با هدف رسیدن به کمال تعالی، ارتباط با خدا و حرکتی از کثرت به وحدت رو دنبال می‌کنند.
در عرفان حقیقی انسان خودش رو با همه اجزای جهان هستی در پیوندی میبینه که تن واحده هستی رو شکل میدن و همه اجزای عالم رو با وجود تنوع و کثرت اون تجلی یکتایی و بی همتایی خداوند میبینن و از این رو کل هستی رو در وحدت و یکتایی مشاهده میکنن. حلقه‌های رحمانیت الهی انسان رو به این درک میرسونن که به وسعت جهان هستی است و اندیشه او رو از حد خودش، قوم و نژاد و ملت خودش به سطح گسترده تر و کیهانی که حالا ما تو عرفان کیهانی حلقه میگیم اینتر یونیورسال که شامل کل جهانهای موازی مجاور و عوالم دیگر است ارتقا میده تا از این رو به درک متعالی و به مقام انسان صالح نائل شود. انسان مقام انسان صالح هم به انسانی گفته میشه که با خودش، خدای خودش، جهان هستی و انسانهای دیگه در صلح باشه. عرفان کیهان حلقه توسط استاد محمد علی طاهری بنیانگذاری شده با دو طب مکمل فرادرمانی و سایمونولوژی که بیش از چهار دهه هستش که در ارتباط با شعور حاکم بر جهان هستی به بررسی فلسفه وجودی انسان و خلقت جهان هستی پرداخته و محصل این همه تلاش ها و تحقیقات و تجربیات در قالب مکتب عرفان حلقه افراد زیادی رو با گنجینه اسرار الهی در اتصال قرار داده. طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمونولوژی که توسط ایشون بنیان‌گذاری شده همواره در معرض بحث و بررسی و آزمایشات گوناگون قرار گرفته شده و نتیجه این که این تجربیات از جهاتی توجه محافل علمی و آکادمی‌های مطرح بین‌المللی رو به خودش معطوف داشته. در همون ابتدا که دریافت‌های شهودی در واقع همون الهامات محمد علی طاهری پدیدار شد او به موضوعی پی برد و اون اینه که دستمایه راه یافتن به منابع اصلی و کلی همه علوم و اطلاعات هستی اشتیاقه. او متوجه شد که معمولاً در ابتدای پاسخ این اشتیاق به نحوی آگاهی هایی که جنبه قدرت نمایی دارن آمیخته با آگاهی هایی که ارزشمند و رشد دهنده هستن در ذهن فرد مشتاق جاری میشه و البته که اون از این قاعده مستثنا نبود. یک دهه طول کشید تا با بررسی دقیق دریافتاش اطلاعاتی را که جنبه قدرتی داشت و بی تأثیر یا مانع رشد و کمال هستند رو شناسایی کنه و البته که دست رد زدن به سینه منبع الهامات قدرتی کار آسانی نبود، ولی او که به دنبال حقایق هستی بود موفق شد این کار را انجام دهد. دهه دیگری با گذراندن تجربه های فردی در رابطه با آگاهی های ارزشمند برای نوع بشر سپری شد. راه حل دغدغه اصلی بشریت یعنی سلامتی و مقابله با بیماری در اشتیاق‌های او پاسخ یافت. هر انسانی که از تنش در جسم و روح و ذهن رنج می‌برد و از درمان ناامید بود، می‌توانست به شفای بدون استفاده از روش‌های درمانی معمول امید داشته باشد. آگاهی‌های دریافت شده توسط او علاوه بر کاهش دردها و تنش‌های جسم، ذهن و روان، امکان ورود به حیطه خودشناسی و هستی‌شناسی را که در طی احصار و قرون دغدغه اغلب عرفا و متفکرین و افراد صاحب بصیرت بوده است را هم فراهم می‌ساخت. او به هیچ تبلیغاتی به انتقال آموزه‌ها و تحفیز توانمندی‌هایش به مشتاقان پرداخت. شایان ذکر که الهامات، آگاهی‌ها و دریافت‌های او محدود به موضوعات نظری نبود و اطلاعات کاربردی و نیز دستورالعمل‌های نحوه استفاده و بهره برداری عملی از شعور و هوشمندی حاکم بر جهان هستی رو هم شامل می شد. همچنین از جمله پیامدهای دریافتای او تفکر اینتر یونیورسال بود که به اختصار اشاره به تفکر عرفان حلقه داشت و به عبارتی از ارتقای سطح تفکر انسان به سطح جهان هستیه. در این رابطه مایل هستیم بر فراز همه محدودیت‌های قومی، قبیله‌ای، نژادی، ملیتی و غیره تفکر کرده و با درک رحمت عام الهی به درک جهان هستی نائل شویم و اعتقاد داریم که بدون درک کل نمیتوان نقشه و طرح درستی برای مسیر کمال خودمون ترسیم کنیم. تجربه عملی طب‌های مکمل فوق نتایج قابل توجهی رو در بر داشته و اثر بخشی بی‌نظیر اونها در بین انواع روش‌ها سبب شد تا در دهه گذشته توجه پزشکان و محققان بسیاری به اون معطوف گردد. در حال حاضر هزاران نفر در سطح ایران و در بین الملل به تدریس طب‌های مکمل ایرانی مشغول بوده و ده ها هزار نفر هم از کارایی عملی مثبت اون بهره برداری نمودن و با وجود کارشکنی ها و ایجاد موانع بسیار از سوی معاندین
تحقیقات وسیعی درباره اثرات مثبت فرادرمانی و سایمتولوژی بر روی انسان، حیوان، گیاه و مواد توسط گروه‌های تخصصی علمی انجام شده. قابل توجهی که نظرات علمی ایشون صرفاً محدود به درمان بیماری‌ها نیست و ایشون در زمینه علوم مهندسی ذرات، مواد نیز نظریاتی مطرح کردند که زمینه‌ساز تحقیقات گسترده‌ای شده. ایشون در پی معرفی دو طب مکمل فرادرمانی و سایمونتولوژی در عرصه بین‌المللی جوایز و افتخارات زیادی هم کسب نمودند و از طرف جوامع علمی تحسین شدند. از جمله این افتخارات میتوان به 3 دکترای افتخاری از دانشگاه‌های معتبر طب‌های مکمل جهان، مدال آفیسیر از کاخ سلطنتی اروپا در بروکسل، انواع کاپ‌ها و مدال‌ها که در حیطه نبوغ و اختراع در جهان و تاییدیه‌های رسمی این دو طب اشاره کرد. در فرادرمانی درمان بیماری‌های جسمی، روانی و روانتنی که در اصطلاح سایکوسوماتیک گفته میشه مطرحه و در سایمونتولوژی درمان بیماری‌های ذهنی و ذهنی تنی که مونتوسوماتیک نامیده میشه مد نظر قرار میگیره. لازم ذکر که سایمونتولوژی در دنیا تنها طب مکملیه که به درمان بیماری‌های روانی می‌پردازه. بیان این نکته لازمه که آقای محمد علی طاهری به عنوان یک محقق برجسته بین‌المللی مقام نخست اولین و دومین دوره مسابقات علمی سراسری ایران رو در سال 1355 و 1356 کسب نمودند و جوایز مسابقات فوق را که بورس تحصیلی بوده است در کاخ نخست وزیری و در سالهای مذکور از دست نخست وزیر وقت اون زمان دریافت نمودند. ایشون جهت پیگیری هرچه بهتر فعالیت‌های فرهنگی سالها قبل مؤسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی حلقه و همچنین کانون عرفان کیهانی رو در سازمان ملی جوانان نهاد ریاست جمهوری به ثبت رسوندند. با اینکه خب این چیزی که من گفتم یک مقدمه خیلی کوتاهی بود از عرفان حلقه و شاید خیلی سوالات و ابهامات زیادی براتون مطرح بشه، من اسامی کتابایی که به قلم استاد طاهری در واقع بیان شده و یک موضوع کوتاهی از کتاب‌ها را میگم که اگر کسی مشتاق بود خواست منبعی در واقع رفرنسی داشته باشه، این کتاب‌ها به نظر من بهترین راهنما هستن، چون توی گوگل هر چقدر سرچ بکنید در رابطه با عرفان، در رابطه با حالا مکتبش، در رابطه با فرادرمانی یا در رابطه با خود استاد طاهری اگر سرچی در واقع زده بشه کاملا مطالب ضد و نقیض انقدر زیاده. منی که خودم توی این قضیه بودم بارها اگر واقعا تجربه شخصیم نبود، اگر واقعا اون اعتقاد قلبیم نبود، خودم واقعا شک میکردم که واقعا این جوریه، این درسته یا اون درسته. ولی میگم تنها منبع موثق و رفرنسی که میشه از کتابهاشون استفاده کرد. عرفان کیهانی حلقه کتابی بود که استاد طاهری برای اولین بار اینو چیز کردن که این کتاب با موضوعات بررسی و شناخت این مکتب در برگیرنده اساسنامه عرفان کیهانی حلقه است که اسماعیل منصور لاریجانی اون زمان حتی پانویس تمام کتابای استاد طاهری رو خودشون چیز میکردن، در واقع پانویس برشون میذاشتن و خودشون در مقدمه به تصریح جایگاه عرفان کیهانی حلقه پرداخته بود. حالا در آینده وقتی که حالا استاد زندانی شدن و حکم اعدامشون صادر شد، خیلی جالب بود که سریع تغییر موضع دادن و اصلا کلن گفتن که نه من در ابتدا جور دیگه، حالا کلن چیز دادن دیگه، تغییر موضع دادن. ولی از کسانی بودن که اولین نفری بودن که به عرفان کیهانی حلقه ایمان آوردند و همکاری داشتن با آقای طاهری. و کتاب بعدشون انسان از منظری دیگر، این کتاب هم در برگیرنده تئوری‌های فرادرمانی و در 4 فصل به تشریح موضوعاتی با عناوین عرفان کیهانی حلقه، فرادرمانی، کاربردهای مختلف وجود انسان و شبکه‌های مثبت و منفی پرداخته. کتاب انسان از منظر دیگر تا الان نزدیک به 9 مرتبه به چاپ رسیده. هر نوبتش هم تیراژ 10,000 نسخه‌ای بوده. تمام این کتاب‌هایی که الان دارم بهتون میگم به جز یکیش که حالا دفاعیت منه، تمام این کتاب‌ها در زمانی که استاد طاهری خودشون ایران بودن قبل از دستگیریشون همهشون با مجوز به چاپ رسیده و حالا در ادامه بهتون مقاله‌هاش هم بگم. بعد کتاب دیگرشون چند مقاله است که این کتاب شامل مقاله هایی هستش که در روزنامه‌های ایران اون زمان چاپ شده که همه رو به صورت یه کتاب چند مقاله در 124 صفحه حالا به چاپ رسیده
و کتاب بینش انسان هستش که این کتاب هم شامل مباحثیه که از قبیل هستی شناسی، نقش بینش ها در زندگی انسانه و کتاب بعدیشون انسان و معرفت هستش که این کتاب هم شامل مباحثی از قبیل نظریات محمد علی طاهری در مورد عرفان حقیقی و موانع اون و ارتباط انسان با عرفان می باشه. کتاب آخرشون که زمانی بود که بعد از فرارشون از ایران، در واقع خروجشون از ایران به چاپ رسید، در واقع دفاعیات من بود که انگیزه آقای طاهری از گردآوری و چاپ مطالب دفاعیات من ثبت در تاریخچه مکتب عرفانی حلقه بود تا این نسل آیندگان نمونه کاملی از ظلم ها و بی‌عدالتی ها و اقدامات فراقانونی که علیه اندیشمند نخبه قرن حاضر در دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطایی این زمان در حال انجام بوده رو در اختیار داشته باشند و با بررسی اندیشه کلنگر عرفان حلقه و برخورد های نابهنجار سیستم قضایی پی به این مهم ببرند که برای حفظ این امانت الهی چه راه پرفراز و نشیبی طی شده. و دو تا کتاب هم در ارمنستان به چاپ رسیده، انسان و معرفت و موجودات غیر ارگانیک. و همینطور در حال حاضرم استاد طاهری در تورنتو کانادا که بعد از خروجشون از ایران الان اونجا هستن، همچنان به مقالهات و همچنان به تحقیق و تفحصشون در ادامه میدن و در سال 2021 تا 2022 پژوهشگران ساینس فکت با 55 پروژه پژوهش در موضوعات و رشته‌های متنوع در رابطه با بررسی اثر بخشی میدان‌های شعوری در دانشگاه آریزونای آمریکا شرکت کرده بودند و تمام اون نتایج اون آزمایشات و تحقیقاتی که توی 55 تا موضوع بوده رو توی مقاله، اگه اشتباه نکنم اسم مقالهش چی بود، اسم مقالهش رو فراموش کردم، ولی توی مقاله به چاپ رسیده، یعنی همچنان این روند ادامه داره. و این بحث شعوری که استاد طاهری مطرح کرده، چون علم میگه که جهان از ماده و انرژی تشکیل شده، استاد طاهری اومده میگه جهان از ماده، انرژی و شعور تشکیل شده. در واقع بحث شعور رو استاد طاهری بنیان گذاری کردن که حالا همه آمریکا و این دانشگاه در روش کار میکنن و تا الان دیدن که واقعا جواب داده. و همینطور این بحث شعور تو قسمت متاستاز سرطان که استاد طاهری در جلسه‌ای که در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار کرده بود و جمعی از پزشکان اونجا حضور داشتند، بحث سرطان مطرح شد که تا الان همه پزشکان مونده بودن که این قضیه متاستاز چطور ممکنه که سرطان متاستاز کنه، مثلا سرطان پا بزنه به سرطان حالا بالاتر، اعضای بالاتر، اعضایی که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن از لحاظ چیز. این مسئله بود که همیشه پزشکان باش درگیر بودن که وقتی که مسئله شعور رو استاد طاهری برشون مطرح کرد و این قضیه رو باز کرد، پزشکان متوجه شدن که نه، واقعا یه قضیه این پشت پرده هست و این شعوره که استاد طاهری داره مطرح میکنه واقعا انگار منطقی و قابل درک و یه جورایی پزشکان بهش اعتقاد پیدا کردن. از جمله پزشک خود من که حالا توی کنفرانس های استاد طاهری شرکت کرده بود، ایشون هم خودش یکی از، حالا میگیم که بحث اگر تلقین نباشه، چون بالاخره یک پزشک هر حرفی رو مثل یک آدم عادی نمیپذیره، بحث مخصوصا بحث پزشکی باشه، ایشون هم کاملا استاد طاهری قبول داشتن و حتی برگشتن به خود من گفتن که من سردرد های میگرنی شدیدی که داشتم که هیچ رقم خوب نمیشد، تونستم با فرادرمانی خوب کنم. این نقطه قوتی بود که من بتونم خیلی قویتر و مصرتر بخوام این مباحث رو پیگیری کنم و اصلا برم ببینم واقعا این قضیه چیه. چون من قبل از اینکه اصلا دکترم این حرف رو بهم بزنه، یک سالی بود که تو کلاساشون شرکت میکردم، ولی به عنوان یک محقق، ولی به عنوان کسی که خیلی دافعه داشتم از بس که این اخبار منفی ایران و از بس که تو این سایت ها گفته بودن کلاس های شیطان پرستی و کلاس های فرقه انحرافی و انقدر که تبلیغات منفی شده بود، من واقعا خودم ترسیده بودم، ولی از اونجایی که کنجکاو بودم ببینم که این نظریه فرادرمانیش چیه، یه جوری میشه گفت نه میشه گفت در واقع بی‌طرف بودم، یعنی نه قبولش داشتم نه اونجوری اخبار ایران رو مثلا جدی گرفته بودم. ولی خب ورفتم و داخلش شدم و هرچی هم که میگذشت، ولی بازم با وجود چیزهایی که میدیدم و درک میکردم بازم باورم نمیشد. یعنی همون چیزی که گفتم، نفی، همه ما ایرانی ها درون مغزمون یه چارچوبی داریم و اطلاعاتی که میخواد ورود بکنه همیشه از اون چارچوب ذهنیمون باید ورود بکنه و خیلی ها موقعی که یه اطلاعات جدید
دستگیرشون میشه دافعه دارن، همیشه میگن که نه شاید درست نباشه. خلاصه این شد که من خودم شخصا طی این دورانی که توی کلاس ها و توی تحقیقاتی که داشتم انجام دادم واقعا به این نتیجه رسیدم که یک سری چیزایی استادایی میگفتن علارغم این که من واقعا قبول نداشتم و اصلا اعتقادی نداشتم بهشون، چون برام با چند تا نموده ثابت شد بهم و به یقین قلبی رسیدم که نه واقعا همچین چیزی صحت داره و مسئله شعوری که مطرح میکنن یک مسئله جدیه که برای من قابل اثبات بود. چون من بارها، حالا بحث تلقین، شاید خیلیاتون بگید که من تلقین کردم به خودم، شاید دکترم این حرفو زده من تلقین کردم، شاید حالا تو کلاس یه چیزی دیدم تلقین کردم، ولی در صورتی که تلقین نبود. چون من وقتی که برای پدرم اتصال فردرمانی اعلام میکردم، مثلا برای فشارشون یا برای دیابتشون که اعلام میکردم، اصلا به پدرم نمیگفتم هیچی. اون زمانی که پدرم میخواست انسولینشو بزنه من میگفتم بابا یه لحظه صبر کن. بعد چند لحظه که صبر میکردم، من فردرمانی رو برشون اعلام میکردم، بعد دستگاه قندشون میآوردم، میگفتم بابا میشه قندتو اول تست کنی بعد انسولینتو بزنی؟ بابای من اصلا نمیدونست من وارد این کلاس هستم، هیچ کدوم از اعضای خانواده من اصلا خبر نداشتن. و وقتی بابام تست میکرد، اصلا نتایجی که من خودم میدیدم اصلا بابام عجیب غریب بود، همش میگفتم که نه حالا یک بار این شکلی شده. بعد برای فشارش تست میکردم، میگفتم نه خب حالا یک بار هم این شکلی شده. یعنی میگم انقدر دافعه‌ام زیاد بود که نمیتونستم چند روز اول که این نتایج رو میبینم باور کنم. خلاص حالا اینکه انقدر که من این امتحانا رو کردم و از بین مثلا 99 موردی که مثلا هی تست میکردم شاید 20 تا مثلا جواب نمیگرفتم، بیشتر مواقع همیشه جواب مثبت بود و همیشه اون نتیجه که میخواستم رو میداده. در رابطه با پزشکی شده هم میگم، در رابطه با مسائل دیگه شم که خودشناسی بود که خب خیلی کمکم کرد برای دوران نقاهت بعد از بیماریم که دچار افسردگی نشدم، چون که تمام بیماران پیوند قلبی و تمام بیماری که در واقع پیوند هست پیوند عضوی انجام میدن به واسطه قرص سیکلوسپیرین و تاکرالیموسی که مصرف میکنن رو خود بروشور زده که عوارض قرصش چی هست. و پزشک من همون لحظه من گفتش که فقط حواست باشه که افسرده نشید، ولی من همین افسردگی رو تونستم با فرادرمانی خودم در واقع مانعش بشم که افسردگی رو نگیرم. و خیلی موارد دیگه که خودم تو زندگی تجربه کردم میشه گفت که واقعا بحث تلقین نیست، چون اگه بحث تلقین باشه کسایی که من برشون فردرمانی اعلام میکردم اصلا خودشون خبر نداشتن. همین الانشون همینطوره، کسی رو ببینم که مثلا سرش درد میکنه یا یه بیماری خاصی داره بدونی که اصلا بهش بگم که براش اعلام کردم یا بهش بگم چشاتو ببن یا این کارو بکن یا کار بکن، بدونه هیچ واسطه ای، بدونه که نه ذکر گفته بشه، نه مانترایی، نه کار خاصی، نه حرکت دستی، نه هیچی، بدونه هیچ کلامی، من فقط اعلام میکنم، یعنی من تو دل خودم، یعنی در واقع در آن یک نظره، در واقع میشه گفت یه نظر میکنم و اون شخص بتونه که اصلا متوجه چیزی بشه اون نتایجی که باید حاصل میشه. ببخشید من دیگه زیاد پرحرفی نکنم، وقتتونم نمیگیرم، فقط گفتم که شاید براتون یه چند تا سوال تو ذهنتون پیش بیاد، به خاطر همین اینا رو جلو جلو نوشتم که اگر خواستید بگم منظور از حلقه چیه و شبکه شعور کیهانی، اگر که وقت داشته باشم. من ببخشید تای حواسم به تایم نبود، اگر لطف کنید بهم بگید که وقتی دارم که اینا رو میکنم. خانم رمضان بله آره یه ذره داشتین توضیح میدادید، منم قطع نکردم صحبتاتون رو، یعنی بیشتر دوست داشتم اگر پرسش و پاسخی بود حالا شما جواب میدادید، ولی که شما داشتین توضیح میدادید دیگه من قطع نکردم. آره متاسفانه تایمتونم رفت، بازخواهی میکنم، ببخشید. خواهش میکنم، اگر که میخواید جمع‌بندی کنید که من چند دقیقه بهتون وقت بدم، اگر که نه که میتونید تموم کنید در واقع صحبتتون. نه من از اونجایی که دیگه بیش از وقت من صحبت کردم عذرخواهی میکنم، اگر سوالی بود من در خدمت دوستان هستم. مرسی از این که همراهی کردید و ممنونم. مرسی از شما خانم رمضان، کامل جامع توضیح دادید. من خودم حقیقتش به شخص برام سوال بود این مسئله که اصلا واقعا چه اتفاقاتی میفته توی اون جلساتی که برگزار میکنم و همونجوری که شما فرمودید دافعه داری، دقیقا منم همینطور هستم و یعنی بودم و هستم همین الانشم، چون هیچ وقت شرکت نکردم تو این جلسات، فقط چیزایی بوده که توی اینترنت خوندم شنیدم از این طرف از دوستان از کسای دیگه و این ذهنیت همیشه توی ذهن من همین بوده، دقیقا تلقین، بحث تلقین. همیشه فکر میکردم که هر کسی، یعنی نظر شخصی منه، همین الانشم همین نظر رو دارم،
هر کسی میتونه هر کاری انجام بده با ایمانش. حالا این ایمان میتونه به هر چیزی باشه، یعنی هر کسی میتونه به هر چیزی ایمان داشته باشه. یک نفر به اسلام، به محمد، یک نفر به مسیح، یک نفر به یه درخت، یک نفر به کیهان، هر چیزی. ایمانه که به نظر منه میتونه در واقع پیش ببره اون ذهنیت هر کسی و باعث میشه که موفق بشه و به اون خواستش برسه. بارها و بارها خود منم امتحان کردم این مسئله رو. واقعا اگر که به چیزی اعتقاد داشتم، باور داشتم که اتفاق میفته، واقعا اتفاق افتاده برام و سعی کردم همیشه کاری که میخوام انجام بدم اول از همه خودم بهش ایمان داشته باشم، بهش باورش بکنم و بعد انجامش بدم. تو بیشتر مواقع هم میگم موفق بودم تو این زمینه. و حالا در رابطه با صحبتایی که شما فرمودید، دقیقا همین اومد توی ذهن من که بحث تلقینه. یک نفر شاید بتونه به خودش تلقین بکنه که من میتونم، مثلا عرض میکنم، حالا شما فرمودید بحث فشار خون و بحث قند و اینا رو، یک نفر به خودش تلقین بکنه من میتونم این کار رو انجام بدم و انقدر ایمان به خودش داشته باشه که باور داشته باشه به خودش که میتونه این کار رو انجام بده و این امکان داره از هر 10 باری واقعا شاید 9 بار یا 8 بارش اتفاق بیفته. این باور منه. حالا از دوستان دیگه اگر که کسی در این رابطه نظری داره یا میخواد نکته ای اضافه بکنه یا اینکه تجربه ای هم داره، خیلی خوشحال میشم که شنوا باشیم نظرات دوستان رو. بله جناب آقای پورمن بفرمایید، خواهش میکنم. ابتدا درود میفتم به همه همکاران عزیز. در مورد مسئله‌ای رو که خانم رمضان فرمودن، من یه سری اطلاعات داشتم و البته نه به این کاملی، به صورت گذرا یه سری از دوستان توی ایران میگفتن همچین چیزی هست و خیلی سال پیش، فکر میکنم اولوش 10 سال پیش و این مسائل، و من خودم دقیقا همون صحبتی که خود خانم رمضان داشتن، شما داشتید، گارد داشتم و نسبت به این مسائل زیاد خوشبین نبودم تا یه مدت بعدی که یه سری قضایا پیش اومد که با یه سری از دوستان که حالا به اصطلاح من فکر میکنم اینا دوره داره، یه سری دوره هایی داره، حالا اسماش رو دقیقا یادم نیست، میدونم تششع دفاعی، بعد میرن لیول، بعد لیول بندی کلاس هاشون، یه سری لیول ها رفته بودم و چیزایی رو که برای من تعریف میکردن بیشتر مثلا چجور بگم خدمت، مثلا این فیلم هایی که شما میبینی یه مقدار مثلا ساینس فیکشنه که یه کمی به علمی تخیلیه، یعنی هم علمیه هم یه کمی تخیلی به نظر میرسه. بعد یه مقداری بیشتر من حالا با دوستان رابطه داشتیم، یه کمی نزدیک بودیم با هم و واقعا چیزایی که خانم رمضان میگه رو من هیچ وقت خودم به شخص کسی رو من پیاده نکرده که میخوام بگم من تجربهش داشتم یا فلان، ولی اینو من دیدم که میگرنو که میگن، حالا میگرنو نمیدونم گفتن یا نه، آره گفتن راجب میگرن به اصطلاح دکترشون، میگرنو که میگن یه آقایی بودن میگرن داشتن و این دوست من بهش گفت که اشکال نداره بیا سرتو گذاش، سرشو گذاش رو پاش و دوتا دستشو فقط گذاش رو پیشونیش و یه کمی باش حرف زد، بعد گفت آروم همینجا دراز بکش، دراز کشید و اصلا این میگرن جوری بود که یعنی باید یه چیز مصرف میکرد، شیاف میزد یا این خیلی داروی قوی مسکن استفاده میکرد و خیلی راحت میتونست کنترلش کنه با این، نه یک بار دو بار بلکه چندین بار. حالا این میرسیم به نقطه که شما فرمودین آیه ناصر که حالا تلقینه یا واقعا چیزی هستش. مطمئن باشید که تلقین تا یه جایی کار میکنه. مثلا من به شما میگم که آره از طبقه 4 بپر پایین طوری نمیشه فلان بیساره، اینقدر به شما میگم که باور میکنی میپری پایین، ولی حقیقت چیز دیگری هست که شما جاذبه زمین در نظر نگرفتید و به سادگی احتمال فوت شما هست. ولی یه سری چیزایی مثل این قضیه که خانم رمضان مطرح کردن، یه سری نکات علمی پشتش هست و این نکات علمی رو
دلیل نمیشه، چونی که حالا عموم مردم نمیبینن یا حسش نکردن وجود نداشته باشه. دقیقا صحبتی که میشه راجع به خیلی خیلی هوش بالایی که انشتین داشته و داشته راجع به جهان کوانتومی صحبت میکرده. اصلا تو همین الانش هم شما نصف جمعیت دنیا بپرسید اصلا راجع به کوانتوم و نظریه کوانتومیش اصلا کسی باورش نمیشه یه انسان بتونه همچین تخیلی داشته باشه که بخواد این کار انجام بده. ولی خب حقیقت داشته، وجود داشته و تونسته با تلاشش این کار انجام بده و اون به یه شهودی رسیده بوده. اون شهوده رو چون مثلا من نوعی نرسیدم نمیتونم نفیش کنم. و من نظرم بیشتر با خانم رمضان همسو هست که این علاوه بر حالا تلقین بخش زیادش یه نوع سوگیری و یه نوع یه علمه. یعنی در حقیقت به نظر من یه علمه که حالا میتونن تحصیل کنن هر کسی که بخواد. من در خدمتتون هستم، متشکرم. مرسی آقای فرمند عزیز، سپاسگزارم از شما. کاملا درست میفرمایید، بالاخره هر کسی یک نظری داره در این رابطه و اینی که میفرمایید یه علمه، خب آره خیلی واقعا باور دارن این مسئله رو، یعنی فرای اون بحث حالا تلقین و بحث اعتقاد و باور میگن یه بخشش هم آره یه علمی پشتش هست و در واقع یه جورایی با هم دیگه ترفیق شده. میگم بحث اون باورپذیری است. من اگر باور نداشته باشم، ایمان نداشته باشم به همچین مسئله ای، حالا هر کاری هم که بکنم واقعا واسه من اتفاقی نمیفته. ولی شما باید باور کنید، ایمان داشته باشید تا بتونید به اون نتیجه مطلوبی که واقعا مد نظرتونه برسید. مرسی از شما، از دوستان عزیزم سپاسگزارم. به سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما بحث آزادمونه. خب بحث آزاد امروز ما موضوعش هست حق آزادی بیان، تعهد کتبی، شرط آزادی. آزادی بیان یکی از مهمترین موضوعات جوامع بشری توی دنیای امروز بوده، چرا که مهمترین حقوق اساسی افراد رو توی یک جامعه در بر میگیره. اولین تعریفی که از آزادی بیان میتونیم داشته باشیم اینه که یک حق طبیعی و از حقوق اولیه ای انسان ها به شما میده که افراد میتونن اندیشه و تفکر خودشون رو با رعایت حق تساوی برای یکدیگه بیان بکنن. اما آزادی بیان تنها فقط حوزه بیان تفکرات و نگرش‌های فکری رو در بر نمیگیره، بلکه در این دو کلمه میتونیم از آزادی های کوچکتری رو هم پیدا بکنیم. در مفهوم آزادی بیان اول افراد باید بتونن آزادانه فکر بکنن تا بتونن در قدم بعدی اون رو بیان بکنن و به نوعی میتونیم بگیم تفکراتمون رو به یکدیگه انتقال بدیم. البته که مضمون تفکراتمون رو باید خودمون انتخاب کنیم و در واقع حق انتخاب آزادانه داشته باشیم در این مورد. به این معنی که توی یک جامعه صحبت کردن یا نکردن از سیاست باید انتخاب من نوعی باشه، نه انتخاب حکومت ها. همینطور افراد باید در نوع بازنشر عقایدشون آزادی در جستجوی اطلاعات رو هم داشته باشن تا بتونن بدون هیچ مانعی به منابع اطلاعاتی معتبر توی همه زمینه ها دسترسی پیدا کنن. اما همه این نکات کوچکی که من اینجا در قالب مجموعه ای از آزادی بیان گفتم به وجود دموکراسی توی کشورها برمیگرده و به نوعی هیچ کدوم از اینا رو بدون وجود دیگری در یک جامعه نمیتونیم داشته باشیم. آزادی بیان توی یک جامعه نشون دهنده حکم فرمایی دموکراسی توی اون کشوره و بزرگترین دلیل وجود این قوانین حقوق بشری توی جوامع حرکت رو به پیشرفت و غنی‌تر کردن تفکرات ما انسان هاست. اما اگه نتونیم برای یک صحبت و گفتگوی آزادانه مبارزه کنیم، اگه نتونیم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم و تبادل اطلاعات کنیم و بدتر از همه اگه نتونیم توی کشور خودمون امنیت داشته باشیم و هر تفکری رو که بیان کنیم
یه جورای انگ مجرم بودن و مخل امنیت کشور بودن به اون بچسبونن، یه واقعا توی اون کشور هیچ ثباتی وجود نداره. در انتها خب خیلی از مردم در قبال همچین حکومت‌هایی مجبور میشن که مبارزه کنن و دست به اعتراض ببرن و خب در این بین تعداد خیلی زیادی از معترضان هم بازداشت میشن. از میون این بازداشت شدگان متاسفانه تعداد خیلی زیادی مجبورن به مسئله تن میدن که همه ما اون رو با عنوان عفو رهبری میشناسیم. توی جمهوری اسلامی ایران اعترافات اجباری، اظهار ندامت، دادن تعهدات کتبی و عفو رهبری بیشینه‌ای درازی داره. حکومت بارها در مواجهه با معترضان دست به بازداشت‌های دست جمعی میزنه و بعد از مدتی عده اندکی از اونا رو تحت عنوان عفو رهبری آزاد میکنه. معمولا خب هر چند وقت یک بار این عفو رهبری اتفاق میفته و روالش هم به این صورتی که رئیس قوه قضاییه حالا بر اساس یک سری معیارها عده‌ای رو انتخاب میکنه و اسامی اونا رو برای رهبر میفرسته و اگر رهبر موافقت کنه که خب اونا شامل اون عفو رهبری میشن. البته که اون افرادم قبلش باید یک تعهد کتبی بدن که دیگه اون جرمی رو که مرتکب شدن تکرار نکنن، که در واقع خب میشه گفت جرمی هم اتفاق نیفتاده، یعنی جرمی مرتکب نشدن و فقط مطالبه‌گر حقوقشون بودن، ولی خب از نظر جمهوری اسلامی ایران اونا مرتکب جرم شدن. به هر حال مجبور میشن تعهد بدن و از کرده خودشون اظهار پشیمانی بکنن و به صورت کتبی از رهبر جمهوری اسلامی ایران تقاضای عفو بکنن. خب به سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران زیاد میشه گره و همیشه مفصل در واقع در موردش صحبت کرد، ولی بحثی که الان پیش میاد و میخوام که همکاران عزیز هم در این رابطه نظرشون رو با ما به اشتراک بذارن اینه که هدف جمهوری اسلامی ایران از برگزاری چنین نمایشایی چی میتونه باشه؟ هدف از گرفتن این اعترافات اجباری و پخشش توی تلویزیون جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ آیا این نشونه ضعف اون سیستم قضایی یا نشونه قدرتش؟ و سوال دوم این که مردمی که میبینن و میشنون این اعترافات اجباری رو از تلویزیون، آیا هنوز هم هستن کسایی که باور کنن این اعترافات رو، یا اینکه نه یه جورایی میشه گفت که دست جمهوری اسلامی برای همه مردم رو شده و دیگه این مسئله برای کسی باورپذیر نیست؟ از دوستان عزیز خیلی خوشحال میشیم که در این رابطه، در رابطه با سوالایی که مطرح شد، نظرشون رو با ما به اشتراک بذارن، یا اینکه اگر که حالا مطلب دیگه‌ای هم در این زمینه به ذهنشون میرسه بفرمایید. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شما. بله ممنون از شما برای وقت مجدد. خیلی کوتاه بابت سوال اولتون، اینکه دو تا هدف پشت این عفو رهبری وجود داره، یکی اینکه آقای برادر میخوان زحمت بکشن و به جامعه جهانی مخصوصا نشون بدن که من آدم خیلی خوبی ام، من لوتی ام به قولی، و هرچی هم به من هر کی بد و بیرا میگه من به راحتی ازش میگذرم، و همینطور یه بخش یه پیامی به جامعه خودمون میده که اینجور که شما فکر میکنید من دیکتاتور نیستم، من دارم لطف میکنم و تمام اون اتفاقاتی که شما برای مجموعه حکومت به نوعی درد سرهایی که درست شده، مشکلاتی که پیش اومده، خرابکاریایی که شده رو من چشم پوشی میکنم. خب این دوتا پیام به نوعی یکی به داخل، متفاوتترش به خارج از ایرانه، و اینکه این تعهده چه حالا به نوعی هدفی، چه تأثیری میذاره به نوعی در جامعه ما، و این آزادی زندانیانی که این تعهد رو میدن و آزاد میشن، آیا واقعا بر سر تعهدشون میمونن یا مجبورن بمونن، خودش نیازمند این به نوعی وقت بسیار طولانی در موردش صحبت کردن، و البته قبلش باید بررسی بشه، سوال بشه. ولی طبق شواهدی که هستش، اونهایی که آزاد شدن توی مدت اخیر، حالا استوریایی که گذاشتن یا بعضا عزیزانی بودن که حالا میشناخته بهشون باشون صحبت میکردیم، متن کاملش این بوده، متن یه بخش کلی، ماهیت کلیش این بوده که
به نوعی ما تعهد میدیم که دیگه این کارا نکنیم. به نوعی طرف اعتراف داره میکنه که یه کاری کرده خلاف قانون و داره تعهد میگه خلافش انجام نده، در صورتی که اتفاق به قول شما این خلافه صورت نگرفته، این به نوعی اتفاق نیفتاده، فقط یه بیان اعتراضی بوده که از نظر حکومت مشکل ساز بوده و این در کل سوء استفاده و به نوعی یک ابزار اهرم فشاره که میبینیم به نوعی از این آزادسازیه و تعهد و بیت رهبریه یه مقدار از این تنش جامعه رو کم کردن متاسفانه و میبینیم یه بخشی آتش زره خاکستر شده. حالا خب امیدوارم که دوباره این اتفاق بیفته و شروع بشه، ولی الان نزدیک به حدوداً 2 ماه از زمانی که شروع کردن به این بحث آزادسازی ها، بحث تعهد ها و آزاد کردن زندانی ها خیلی افت پیدا کردین اعتراضات متاسفانه. حالا دوباره وقت میگیرم یه بخش دیگه ای توضیح میدم. ممنون از شما. متشکرم آقای لطفی. یه نکته خیلی خوب فرمودی در رابطه با یه جورایی اون دیکتاتوری که در واقع داره بنا کرده و اون لقب دیکتاتوری که واقعا برازندش واقعا میتونیم بگیم هست، یه جورایی میخواد از اون کم بکنه و یه جورایی خودشو به اون بخشی از جامعه که هنوز باور دارن جمهوری اسلامی ایرانو نشون بده که نه ما چقدر انسانهای خوبی هستیم و این رحمت الهی همیشه شامل حال مردم ما میشه و ما تمام سعی اونو میکنیم که مردم ما در آزادی کامل به سر ببرن. یه جورایی میخواد خودشو مثبت نشون بده توی جامعه. متاسفانه میتونیم بگیم که حالا اون سوال دوم هم همین بود دیگه، کدوم بخش از جامعهمون واقعا هنوز باور دارن این مسئله رو، هستن یا نیستن؟ قطعا به نظر من هستن هنوز کسانی که باور میکنن این مسائلی که اتفاق میفته، یعنی اون بحث اعترافات تلویزیونی و بحث بخشش رهبری، عفو رهبری رو واقعا بهش باور دارن و یه جورایی هنوز براشون آقای خامنه ای اون بتیه که از قبل میپرستیدن و هنوز هم متاسفانه دارن میپرستن و هنوز دستش کاملا اینجور میشه گفت براشون رو نشده. جناب آقای پورمن بفرمایید، خواهش میکنم، مایکتون باز. ممنون که وقت مجدد دادی به من و راجب دو تا سوال پرسیدید شما و من میخواستم نظر شخصی رو بگم. اول اینکه این نشونه ضعف سیستم به اصطلاح قضایی کشوره که اینا رو میگیره بعد میخواد تعهد بگیره کتبی آزاد کنه. این ضعف نیست، یک سیاست کاریه، یعنی به این صورت پیش میره که شما رو به عنوان یه متهم میگیره و بعد به خاطر حجمه ها یا حالا بنا به خیلی دلایل دیگه‌ای میخواد شما رو آزاد کنه، ولی این وسط نمیتونه که همینجور شما رو آزاد کنه که شما بیگناه بودین. این میاد به این واسطه چنگ میندازه به این تعهدات کتبی یا اعترافات اجباری و میگه خب ما شما رو آزاد میکنیم که شما برید به جامعه برگردید، ولی خب در حقیقت چیز دیگه است. نکته دومی که فرمودین که آیا از تلویزیون پخش میشه یا حالا رسانه‌ای میشه کسی باور میکنه یا نمیکنه یا اصلا قضیه چیه، اینو فراموش نکنیم که ما توی ایران به رسانه‌های جهانی دسترسی کمی داریم. نمیشه کلمه ای اصلا رو به کار برد چون که خب خیلی ها اینترنت دارن، فیلتر شکن هست، وی پی ان هست، ولی عموم مردم مخاطب تلویزیون، شبکه استانی و رادیو هستن و متاسفانه ما انسان ها وقتی که تحت بمباران خبری قرار میگیریم مسخ میشیم و این به یه باور برامون تبدیل میشه و عفو رهبری حرف امروز و دیروز نیست. این هر سال 22 بهمن این اتفاق میفته و از توی زندان ها یه عده به عناوین عفو رهبری آزاد میشن. همونجور که گفتن آقای لطفی و خیلی قشنگ اشاره کردن، نکتهش اینه که برای عوام فریبی داخل و نشون دادن به خارج از کشور که نه بابا ما اینقدر هم بد نیستیم، داریم این کار رو انجام میدیم، چون قطعا اونا با اون هزینه ها و اون
لابیایی که دارن میتونن این کار انجام بدن. و یه مثال سادهش همین مصاحبه مستقیم خبرنگار CNN با یکی از افراد که تو زندان مستقیم لایو، اصلا خیلی جالب بود که خب بهش اجازه دادن که کار انجام بده و انجام شد. خب این بجز این که برای اهداف، برای پیشبرد اون اهداف شومشون باشه، هیچ چیز نیست. این دوتا مسئله بود من به ذهنم رسید در پاسخ سوال شما. متشکرم، من وقتمو فکر کنم خیلی استفاده کردم. متشکرم. مرسی، ممنونم آقای پورمند. نه مشکلی نیست. جناب آقای خسروپناه بفرمایید، خواهش میکنم. وقت اختیار شد. با سلام خدمت همه عزیزان و شما جناب آقای نصیب. همونطوری که دوستمون توی سخنرانیشون گفتن که قانون اساسی این که رهبری هم حتی حق شهروندی برابری با بقیه داره. چطور ممکنه که یک نفر حالا به انتخاب اکثریت در ظاهر میتونه عفی بده؟ این اصلا قابل قبول نیست. و اینکه الان جمهوری اسلامی و همون رهبری و قوه قضاییه طوری شده به هر کاری به هر جایی چنگ میندازه که اون ثبات و اون چهره خوبش رو نشون بده، از اعترافات اجباری، این که بگه اینها وابسته به رسانه‌های خارجی، کشورهای غربی، کشور آمریکا و غیره هستن و ما اینها اظهار پشیمونی کردن و الان میخوان اینو کت بریم و من هم به عنوان رهبر به اینا لطف میکنم. و اینکه قوه قضاییه مسلماً از ناکارآمدیشه و از ترس و استرابشه و این کمیته حقیقتیاب هم که تو این شرایط گذشته که الان همچنان ادامه داره بی تأثیر تو این داستان نیست که جلوه ای رو نشون بدن که اینها هیچ خبری نیست، ما هیچ مجازاتی نداریم، در زندان‌های ما هیچ اتفاقی نمی‌افته، اصلاً لباس شخصی‌ها و نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح به مردم نه شلیکی شده نه اینا. افرادی بودن که به قول معروف گول یه سری روابط و سیستم‌ها رو خوردن. ما لطف داریم می‌کنیم بهشون. این ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده در کل. تشکر اینکه وقت به من دادید آقای نصیر. متشکرم آقای خسروپناه. قطعا همینطوره، قطعا ضعف یه سیستم قضایی کشور رو نشون میده که به این صورت عمل بکنه، وگرنه الان کجای دنیا داره یه اتفاق میفته که شما یه سیستمی تعیین بکنی، یه سیستم قضایی تعیین بکنی، یک دادگاهی باشه، یک حکمی صادر بشه، یک نفرم مشمول بشه، شامل اون حکم بشه و وسط دوران محکومیتش یا تو همون بازداشتی که حالا هست هنوز هم اصلا حکمی هم صادر نشده. حالا تو این اعتراضات که داریم میبینیم خیلی شامل این عفو رهبری شده، هنوز دادگاهی تشکیل نشده براشون، هنوز همشون توی بازداشتگاه موقت بودن، یعنی هنوز نه جرمی ثابت شده، نه کسی دادگاهی رفته، نه اینکه خبری بوده. خود آقای اژه‌ای گفتن چند ده هزار نفر شامل عفو رهبری شدن. واخه چه جرمی مرتکب شدن که شامل عفو شدن؟ وقتی دادگاهی برگزار نشده من نمیدونم چجوری میشه که شامل عفو رهبری بشه. و اینم عرض میکردم خدمتون، سیستم قضایی وقتی مشکل داشته باشه کلن یه اتفاقا پیش میاد دیگه، یعنی اصلا واقعا نمیشه ازش اجتناب کرد. جناب آقای یزدانی بفرمایید، خواهش میکنم، وقت در اختیار شما. درود و خسته نباشید خدمت همه عزیزان. راجع به سوالی که پرسیدید آقای ناصری عزیز، اول از همه که همون طوری که دوستان اشاره کردن مشروعیت خریدن ریاکارانه است در بوده، یعنی هم از لحاظ بین المللی هم از لحاظ داخلی، در صورتی که حالا با تمام تلاش هایی که انجام دادن مبنی برای رهایی ده ها هزار نفر، خود تمام سازمان‌های بین‌المللی و یونیسف، حقوق بشر خودشون اعلام کردن که در مسائل بخشودگی برای بازداشت شدگان پیشنهاد قوه قضاییه و توافق علی خامنه‌ای مبنی بر رهایی ده‌ها هزار نفر یک اقدام ریاکارانه
یعنی خود دنیا هم آگاهه و فقط میمونه باز با توجه به اون قشر خاکستری که خودتون آقای ناصری اشاره کردید، یه مشروعیت هم اللحاظ داخلی برای جامعه برای همون قشر خاکستری میتونه بر خودش بخره، با اون لباس نورانی که همیشه تو این 33 سال پوشیده و اون چهره شیطانی و دیکتاتوری خودشو مخفی کرده. و خود قانون اساسی ایران شما از بند 25 تا 29 چیزی که خودشون تصویب کردن، من فقط ماده 28 رو یه بار براتون میخونم: شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تعامل و مدارا است. من نمیدونم همچین چیزی وجود داشته تا با چیزی به اسم آزادی بیان، آزادی عقیده. یا مرسی، ممنون. همه چیش هست، مخصوصا اون بخش انتقادپذیریش که واقعا یه جوری میشه گفت واقعا انتقادپذیره. اینجا شما حق ندارید، اگه الان شب باشه حق ندارید بهشون بگی روزه، اصلا نمیتونی چیزی بگی. کلا اصلا تو این زمینه واقعا هیچ آزادی برای هیچ برای مردم واقعا قائل نشدن، همیشه هر چیزی رو سرکوب کردن. یعنی حتی مسائلی که شاید اصلا مشکل امنیتی نداشته باشه، الان تو این چند وقته ما دیدیم اعتراضای خیلی زیادی اتفاق افتاد، حتی اعتراض در رابطه با مسائل مالی که اصلا هیچ ربطی هم به حکومت نداره، هیچ ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره، بحث یه کلاهبرداری بوده، اتفاق افتاده، خیلی‌ها برای گرفتن پولشون اومدن توی خیابون اعتراض کردن جلوی اون مؤسسات، یا حالا ایران خودرو این اتفاق افتاد، سایپا این اتفاق افتاد، ولی که هم میبینیم با همونا به شدت برخورد شد، همونا رو هم سرکوب کردن. یعنی هیچ رقمه هیچ اعتراضی رو نمیپذیرن، براشون فرقی نمیکنه واقعا این اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران باشه یا علیه هر چیز دیگه باشه، فقط اسمش اعتراض باشه باید سرکوب بشه. جناب شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب خدمت همکاران و خسته نباشید خدمت شما آقای ناصری عزیز. واقعیتش اینه که نه قسم حضرت عباسشون قابل باوره، نه دم خروسشون. اینا همش یک نمایش ریاکارانه است که از طرف حالا جمهوری اسلامی خامنه‌ای راه انداختن. اگر مشمول عفو میشن، به قول شما اولا که چه جرمی ثابت شده که بخواد طرف حکمی واسه صادر بشه که بخواد شامل عفو بشه؟ این که هنوز حکمی واسه صادر نشده. این یک. دو این که اون موقعی که عوامل خامنه‌ای تو مجلس و تو قوه قضاییه و تو امامان جمعه و این برانبر پشت سر هم حکم اعدام صادر میکردن و با اسلام ها سر میدادن، اون موقع چرا ایشون نیومد یه حرفی بزنه و مخالفت کنه و بگه نه نباید این حرفا رو بزنیم؟ اتفاقا اون موقع با لحن خیلی تندی میواد میگفتش که موافقت خودش اعلام میکرد. بعد یهو ناغافل بیاد مثلا 10,000 نفر رو شامل اف قرار بده، مثلا خنده داره، خیلی مسخره است. اینکه شما میگین که این نمایش اعتراف اجباری فلان، بله تو جمهوری اسلامی تو کشور ایران هنوز حداقل 15% از جامعه هستن که ایشون رو نه به عنوان یک دیکتاتور بلکه به عنوان خدا میشناسن. یعنی ایشون امر میکنه زندگی میبخشه، امر میکنه جان میستانه. شما اینو در نظر بگی، یعنی یک دیکتاتور، فقط ایشون یک دیکتاتور نیست، ایشون خود خداه. متوجه این؟ بنابراین 15% حداقل هستن که ایشون رو میپرستن و هستن همچنان، در آینده هم خواهند بود همچین افرادی. و غیر از این که امیدوار باشیم یه روزی اینا هم آدم بشن، درست بشن، به قول خود خمینی خداوند همه اینا رو آدم کند. آره یه روز آدم بشن دیگه. خلاص، مرسی. ممنونم آقای شایگان عزیز. متاسفانه همیشه یه بخشی از جامعه به همین صورت بوده، حالا توی گذشته میگه خیلی بیشتر بودن، درصدشون در واقع خیلی بیشتر بود، الان شاید میشه گفت که درصدش یه جورایی کمتر شده و هی خودش امیدوار کننده است. یعنی هرچی بریم جلوتر
ببینیم اون بخشی از جامعه که به عنوان خدا واقعا قبول داشتن و واقعا میپرستیدنش، میبینیم روز به روز داره اون درصدشون کمتر میشه و تعدادشون کمتر میشه و این خودش امیدوار کننده است. حداقل میتونیم امید داشته باشیم توی چند سال اخیر دیگه واقعا کسی نباشه که کورکورانه پیرو آقای خامنه‌ای باشه، مگر کسانی که واقعا منفعت و سودی دارن که حالا میبینیم توی حالا دستگاه‌های دولتی هستن و از قبالش دارن در واقع به یه نون و نوایی میرسن. حالا اونا بحثشون فرق میکنن، اون بحث منفعته، ولی بعضیا واقعا ایمان دارن، اینو منم قبول دارم، بعضیا واقعا ایمان دارن و امیدوارم تعداد این افراد هر چه زودتر به صفر برسه. سرکار خانم ایزدی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. درود خدمت همگی. منم خواهرم جز یکی از زندانی های این دوره بود که چند ماه در زندان بودن و برای این 22 بهمن با وثیقه و با پیش حقوقی و پابند الکترونیکی و اعتراف اجباری که گرفتن که به گفته خودش تحت تاثیر رسانه‌ها و این چیزا بودن، گول خوردن و مجبور شدن که به حسابن بیان این اشتباه رو بکنن. مثلا به گفته خودشون حدود 3-4 ماه در زندان بودن، ولی متاسفانه منم میخوام بگم که هنوز یه تعداد میتونم بگم 20% الی 30% از جمعیت مردم کشورمون هنوز چشماشو بسته است. من احساس میکنم هنوز نرفتن بیرون چیزی ببینن که ما آزادی داریم، ما از خیلی چیزا محرومیم. از بس تو این محیط همه چیزای اشتباه به خودمون دادن، همه چیزای اشتباه به همون گفتن، فکر میکنیم فقط اینا حق ما هست، در صورتی که نه، اینجوری نیست. ما برابریم، چه مرد چه زن هیچ فرقی با هم نداره. کلن نظام جمهوری اسلامی از ریشه اشتباه است، همش دارن چی بگم، همش دروغه. نمیدونم چجوری میتونم به مردم کشورم کمک کنم که چشمشون باز بکنن. خیلی دلم میخواد. من خودم جز این قشر خاکستری بودم تا زمانی که مغازه زدم. یه جایی بودم که خیلی شلوغ بود، پر رفت و آمد بود، با مردم ارتباط داشتم، اینترنت و اینا. تازه اونجا متوجه شدم که دیدم واقعا دارن با ما چی کار میکنن و چه اتفاقی تو مملکتمون افتاده، چه جوانا که کشته شدن، چقدر دار زدن. خیلی دلم میخواد یه جوری بشه که این آگاهی رو بتونم به مردمان بدم. خیلی ممنون که منو شنیدین. مایک رها میکنم. مرسی از شما خانم ایزدی. در واقع یکی از فعالیتهایی که ما داریم میکنیم در واقع کمترینش در واقع همینه، بحث آگاهی رسانیه، جزء وظایف اصلی هر عضو کانون دفاع از حقوق بشر الان همینه، بحث آگاهی رسانی. یعنی تا اونجایی که ما میتونیم از دستمون برمیاد، حالا هم توی همین جلساتی که توی زوم برگزار میکنیم، هم توی توییتر، توی اینستاگرام یا توی وبلاگایی که خودمون داریم، اکثرمون وبلاگ شخصی داریم، میتونیم یه سری چیزها رو اونجا بازنشر بدیم. یا بچه‌هایی هستن که فالوورهای خیلی زیادی دارن، اونجا میتونن این فعالیت‌ها رو انجام بدن و هر کدوممون یک نفر، دو نفر، سه نفرم که آگاه بکنن، واقعا وظیفه‌مون رو انجام دادیم. و اون سه نفرم هر کدوم برن چند نفر رو آگاه بکنن، همینجوری میبینیم که این چرخه بزرگتر و بزرگتر میشه و این بحث آگاهی رسانی خیلی زودتر به اون نتیجه‌ای که واقعا همه میخوان میرسه. جناب آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، مرسی. عرض ادب مجدد و خسته نباشید جناب هم دوستان. عرض کنم موارد رو دوستان گفتم، ولی این رو نکته رو میخواستم اشاره کنم که بخشی از جامعه ما حالا یا آگاه یا ناآگاه یا خاکستری متاسفانه به اون آگاهی کامل نرسید.
اگه آزادی بیان داریم، اگه آزادی تفکر داریم و حتی بیرون از ایران هستیم الان چند سال، فکر میکنیم که با آزادی بیان و تفکر رسیدیم، منتها تو اون مسیر نیستیم و هر فکری که خودمون میکنیم فکر میکنیم اون درسته و نمیریم مطالعه کنیم که این فکری که من دارم، این ایده‌ای که من دارم، این افکاری که از مغز من میاد بیرون آیا در راستای چیزی هست یا نه، چون من نوعی این فکر رو میکنم، اینجا هم کشور اروپایی آزادی بیان و تفکر است، پس این درست. این حرفا میزنیم ولی خب در واقع فقط گذرا عمل میکنیم. دیروز ما تو فرانکفورت تو تجمع بودیم، بعد یه عده‌ای داد میزدن که حامد دوست داریم، آقای اسماعیلیون دیگه واسه اینا پوته. تو یه تجمع دیگه میریم شاهزاده رضا پهلوی پوته، تو یه تجمع دیگه میریم مسیح علی نژاد پوته. این آزادی رو داریم ولی ببینیم ما در چه راستایی میخواییم از این آزادی ما استفاده کنیم و همیشه دنبال این هستیم که از یک نفر پوت بسازیم که بیاد بشه چیزی مثل رهبر انقلاب اسلامی در ایران. باید به این تفکر برسیم که ما چی میخواییم از این آزادی بیان، ما چطوری باید استفاده کنیم از این آزادی که ما میتونیم اندیشه کنیم، اینو چطوری ما میتونیم استفاده کنیم، حداقل اینو بارور کنیم و به یه جایی برسیم. همینطور که خانم ایزدیار گفتن، شاید بیشتر از 20% هستن ناآگاه هستن، ولی چون یک نفر میاد میگه من میخوام شما رو نجات بدم، از فردا باید ایشون رو دوست داشته باشه. مرسی از این که مایک رو در اختیار من. ممنونم آقای طایف. دقیقا درست میفرمایید، بحث حالا بت‌سازی حالا چیزی که در واقع چاله‌ایه که 40-50 سال پیش هم اتفاق افتاد و همه مردم ایران توش گرفتار شدن و نباید واقعا این اتفاق دوباره تکرار بشه. یعنی باید به اون سطح از آگاهی برسیم که دنبال یک سیستم درست باشیم، نه دنبال یک شخص درست. وقتی سیستم درست باشه بتونیم یه سیستم درست حسابی توی کشورمون پیاده بکنیم، دیگه اصلا شخص اصلا معنی نداره، یعنی فردیت دیگه معنی نداره، اون فرد میخواد هر کسی که میخواد باشه. مشکل از سیستمه. یعنی اگه شما یک نفر الان کیو در نظر بگیریم، حالا یک نفر که واقعا از نظر شما خیلی عالیه، بیایم بشونیمش بر مسند قدرت رو بهش بدیم، همه چی رو در اختیارش بذاریم، واقعا چند درصد احتمال داره این شخص به فساد کشیده نشه، این شخص قدرت وقتی دستش بیفته آدم فاسدی نشه، آدم دیکتاتوری نشه؟ من میگم واقعا 100% احتمال داره این اتفاق بیفته. پس بهتره که واقعا انقدر آگاه باشیم که دیگه در واقع سیستم رو برای خودمون بود کنیم، نه یه شخص رو. وقتی سیستم بشه مبنای کارمون، اون وقت میتونیم یه کشور بسازیم برای که بر مبنای دموکراسی باشه و بر مبنای آزادی بیان. ممنونم از همه دوستان عزیز. از دوستان عزیز اگر عزیزی هست که تمایل داره، نظری داره در رابطه با بحثمون، میتونه با یک علامت دست بنده راهنمایی کنه. بله آقای خسرو پناه، بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببخشید من دوباره مزاحم شدم. اینکه ما همیشه این جمله، خیلی از دوستان شاید اینو خونده باشن، همیشه قدرت فساد میاره، همونجوری که فرمودید. فرقی هم نمی‌کنه تو چه جایگاهی باشید، قدرت اون موقعیتی که هستید شما فساد میاره. و اینکه آزادی بیانی که فرمودید، خب الان وقتی جامعه ما آزادی بیانی نداره، با شلیک گلوله و زندان و تهدید و با هزار یک از ارگان‌های بسیج سپاه، هزار یک ارگان طرفه دیدیم، باش کور کردن چش زندانی، بچه 9 ساله 10 ساله، وقتی این ترس میفته تو جامعه، مردم مجبورن که اون اعتراضاتشون رو در خفا باشه. چجوری بیان با به قول معروف حمایت نکردن از چه میدونم دولت، حمایت نکردن از این رژیمی که الان هست، خرید نکردن، هزار یک فعالیت. ما به عنوان به قول معروف فعال حقوق بشر طرفدار هیچ شخصی همونجوری که همه دوستان شخص نیستیم، ما طرفدار و باید مردم هم همینجوری باشه، طرفدار سیستمی باشیم که حقوق بشر و مردم سالار باشه، یعنی اولویت مردم سالار و حقوق بشر باشه. این یک جامعه رو
به اون هدفهایی که داره میرسونه. تشکر از اینکه مایکو در اختیارم داشت. سپاسگزارم آقای خسروپناه، کاملا درست میفرمایید. واقعا با امید اون روزی که همه مردم واقعا به این آگاهی برسن که هیچ شخصی واقعا نجات دهنده ایران نیست، بلکه خود مردم هستن که میتونن آینده خودشون رو بسازن. سپاسگزارم از همه دوستان، از عزیزانی که امروز در جلسه کمیته ادیان حاضر بودن و حضور داشتن، از همه عزیزانی که توی بحثمون شرکت کردن، از همه سخنران عزیز تشکر میکنم و عزیزانی که در برگزاری جلسه با ما همکاری داشتن. منشی جلسه جناب آقای داوود لطفی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای صدرا مجیب یزدانی و آقای اسفندیار سنگری، ادمین ها جناب آقای آرشا کشویان و خانوما مریم حبیبی و پسر ولیزاده. سپاس از همه دوستان. من ختم جلسه رو در ساعت 18:50 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 12 مارس 2022 اعلام می‌کنم. سپاس از همه و